بسم الله الرحمن الرحیم ما در درس 23 من تجوید قرار داریم در درس 21 من تجوید ما راجع به دو صفات از صفات لازمی متضاد صحبت کرده بودیم که او عبارت بود از صفات جهر و صفات همس اگه یادتون مانده باشه و ما گفتیم که صفات لازمه متضاد به پنج گروپ است و در هر گروپ دو دو صفات است که یکی به خود عمل میکنه و در اینجا ما گروپ دو میشه که میبینیم عبارت از صفات شدت و صفت رخ صفات رخوت است که شدت از اون نام فهمیده که شدت است و رخوت نرم نرم یعنی یکیش بسیار به شدت تلفظ میشه یکیش به نرمی و در بین از دو صفت یک صفت دیگه هم وجود داره به نام صفت توسط که ما میبینیم حالا که چی مطلبش است اگر ما بریم در جدول پایین دستراس ببینیم که راجع به شدت ما اینجا در مبین جدول معلومات نوشته کردیم شدت در لغت قوت و سختی را گوین و در اصطلاح حروف که این صفت را دارند در ادای آن از مخرج قوت دارد زیرا هوا کاملا قید می شود و این حروف را در بنامه حروف شدیده نیز یاد میکنند مطلب از است که وقتی که ما ایر تلفظ کنیم هوا جریان نداره هوا قید میشه وقتی که هوا قید شد یادتون باشه که وقتی که هوا قید شد فشار بالای تارای سوتی و تارای سوتی به شدت اه 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 شدت میگیره و تارای سوتی شدت تارای سوتی باعث ازی میشه که حروف به شدت از هنجره خارج شوه یا ادا شوه و این شامل هشت حروف است الف جیم دل قاف تا به کف و تا این هشت حروف است بخاطر که یاد کسبانه یه یا میگن که اجید و قید لکت ای اشت حروفه با همه تا یک چیز جور کردن خو مطلب ای شدت ازی است که ای حروف از خود ای شدت داره ما ای شدت حروف وقت دیده میتونیم که حروف در ساکن باشه و در چوکا در جدول در می آخرش ببینین ما یک چند لغت نوشته کردیم که از امی هشت حروف در حالت سکون است ما تلفظ میکنیم ببینیم که شدتش معلوم میشه مثلا اجرون جیم از سعی جیم شدت داره اجرون ما قبلا هم گفتیم که ای جیم که از جمله حروف قلقله است و این ایتر نیست که در حروف عربی یک حرف یک صفت داشته باشه یک حرف میتونه چندین صفت داشته باشه و دی جیم اگر شما متوجه باشین جیم, جیم هم صفت قلقله داره و هم صفت جهر داره و هم صفت شدت داره اه اه اینجا متوجه باشین اجرون اجرون میبینین که مطلب ما است که جیم به قوت ادا میشه ادار ادار دال به قوت ادا میشه اکبار اکبار حرف کف به قوت ادا میشه این شدت میگن و در صفت توسط توسط در لغت میان روی و وسط گویند و در اصطلاح حروفی که به این صفت ای داره دار در ادای از او هوا کاملا قید نمیشه و یک اندازه هوا خارج میشه که ما لغ... شامل پنج حروف است لام نون عین میم را و ای به حساب که در حفظشان باشه لین عمر نوشته کرده و, حرو... و من اه... سه لغت در زیر در جدول نوشته کردیم که ببینیم که

اون نرم هم نیست خود در وسط هست دیگه متوجه باشین که در وسط هست این ای پنج حروف لام نون عین میم را یا در نگاه صفات بین شدت و بین نرمی قرار داره یا رخوت صفت آخری که ما موضوعش در دست راست در دست چپ نوشته کردیم در جدول این صفات رخوت است که غیر از 8 حروفی که در شدت است و 5 حروف در توسط است باقی تمام حروف ای شامل رخوت میشه و رخوت در لغت نرمی و سستی نمیگوین و در اصطلاح حروفی که به این صفت را دارن در ادای آن از مخرج نرمی داره زیرا به خاطر از نرمی داره که هوا کاملا خارج میشه هوا جریان داره هوا قید نیست وقتی که هوا قید نبود بالای تارای صوتی فشار نیست و این نرم تلفظ میشه مثلا شما در سه سه لغت در زیر ببینید یوش ریک یوش حرف شین سعی کنین شین در سکون بسیار نرم تلفظ میشه یوش الثواب الثواب حرف ثار سعی کنین نرم تلفظ میشه و در اینجا در لغت آخر سعی کنین غويني. سکونه سعی کنین واستغفر الله واستغفر الله غین با وجودی که از جمله حروف مفخم است اما نرم تلفظ میشه از مخرج دیگه امید است که درس امروز شما راجع به صفات شدت و رخوت و توسط فهمیده باشین ما آیستا آیستا می که می صفات لازمه متضاده خلاص کنیم بعد از بریم بالای صفات لازم غیر متضاد و او را هم خلاص کنیم وقتی که صفات حروف فامیدیم مخارج حروف فامیدیم یعنی ما یک قدم نزدیکتر به با،, با ترتیل میشیم دیگه انشالله یک چند یک چند درس بعد دیگه ما در مرحله میرسیم در مرحله میرسیم که بتانیم وقتی که ما تلاوت آیات قرآن بکنیم امی مخارج و صفات در ذهن ما متر بگرده و انشالله که درس های تجوید و قواعد تجوید باز بعد از ختم از صفات شروع میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <متصف>